بازار صابر، شاعر شهر تاجیک که سالهای زود در امریکا است، شعر دارد با نام شعر برای شعر. در این شعر چطور تا چه اندازه سرنوشت ملت تاجیک، ایرانی ها، همه ما آریایی هستیم، ایرانی هستیم، تاجیک و فارس، همون چطور تا چه اندازه سرنوشت ما به شعر پیوند است، در همین شعر گفته است. این شعر برای شما میخوانم. از ازل شعر نبود، شعر را حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بوده است. شعر او شعله آتش، آتش از شعله شعر، گرمی روی عجم این همه از گرمی اوست، سرخی روی عجم این همه از سرخی اوست. شاعران را مسپارید نبوسیده به خواب، جلد شاهنامه با قرآن عرب، بینگر سال هزار است که در پیکار است. عرصه جنگ و مبارزه او، عرصه جنگ بزرگ وطنی است. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک، نه به تخت رستم، نه به رخش رستم، نه به تخت جمشید و نه با مشهد طوس، با دو سرواده خیام شناسند ایران. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک، کس به شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود، کس نمی رفت به شیراز نبود حافظ اگر، بلکه شیراز نبود در نظر اهل نظر. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک، بلخ با مولوی بلخی اگر روم گرفت، کرد یومگاندره را ناصر خسرو یونان. شاعران را مسپارید نبوسیده به خواب، شعر پیوند خوجند است کمال خواجه کمال، قلمش شاخه پیوندی قندک بوده است، غزلش قندک او، گرچه در گوشه تبریز بود مرقد او. شاعران را مسپارید نبوسیده به خواب، دوش در قطعه هند ماربازی بود اگر، داربازی بود اگر، چشم بندی بود اگر اقبال نبود، چون که علامه اقبال نبود. شاعران را مسپارید نبوسیده به خواب. یک شعر می دهم اینجا که وقتی میگوید که قلمش شاخه پیوندی قندک بوده است، نباید شعر بدهم برای تماشابینان فارس زبان ها که در خوجند معروفترین و شیرینترین زردالو هست، درخت زردالو. بله. نام دارد زردالوی قندک. نوع زردالو، یک نوع زردالو هست که نام دارد قندک. و همین میگوید که چون کمال زاده خوجند هست، میگوید که قلم کمال میگود همین شاخه زردالوی قندک هست، شاخه درخت زردالوی قندک. و غزلش یعنی شعرش خودی همون زردالوی قندک، غزلش قندک او، گرچه در گوشه تبریز بود مرقد او. کمال هم مهاجر شد و در تبریز قرار دارد. این شعر برای شما هدیه.